فراوان به ملت عزیز ایران، با درودی دوباره. یه هفته نبودیم و این هفته اومدیم در خدمت شما عزیزان. امیدوارم که هر جای دنیا هستین حالتون خوب باشه، اوضاع برا باشه و حقیقتا آرامش خدا در زندگیتون باشه، که آرامش بهترین چیز و سلامتی بهترین چیزه. بذار برنامه رو با دعای آغاز بکنم، بعد برمیگردیم به شما. خداوند عزیز، شکرگزار و سپاسگزارم برای این وقتی که به من دادی خداوند، تا بتونم خداوند حقیقتا نام تو رو جلال بدم. خداوند هر چیزی که از ذهنم از فکرم بیرون میاد همه افکار دستای تو باشه خداوند. به خداوند من هدایت و حمایت بکن، قلبا رو آماده کن خداوند زنده. هر چیزی که از کلام میشنون خداوند حقیقتا در قلباشون بشینه و رای زندگیشون عوض بشه خداوند. شکرگزار سپاسگزارتم عیسی مسیح خداوند. حقیقتا شکرت میکنم که وقتی به من میدی تا این خادم کوچیکه خداوند بتونه کلام تو به حق به گوش مردم برسونه. به نام عیسی مسیح طلبیدم، آمین. خب عزیزان، امیدوارم که همه خوب باشین. شمالی عزیز، شما چطورین؟ همه خوبین؟ امیدوارم که واقعا زندگی با کامتون بگرده. پاییزم هست، برگای درخت ها زرد، چقدر خوشگل، طلایی زرد، واقعا زیباست. در هر فصلش شمال زیباست، اگه واقعا شمال ما رو حفظ بکنن. بذار یه شعری خودم هر هفته یه شعری برای شما میخونم که اینو خداوند این شعرها رو به من میده، من میام براتون میخونم. من نه شاعرم نه نویسنده، ولی خب این شعرهایی که خداوند به من میده از قلبم میگم براتون میخونم. میگه اگه دست مرا گیرد مسیحم، از آن چای هلاکت پر بگیرم. اگر دستت مرا گیرد مسیحم، از آن چای هلاکت پر بگیرم. مثال آن عقاب پر بریده که نتواند از آن آوای پرواز سر بگیرد، ولی دست تو است آن پر و بالم. ولی دست تو است آن پر و بالم، به امید تو هم پرواز را از سر بگیرم. بگیر دست مرا ای منجی من، که از آن کوی مشکل پرواز را از سر بگیرم. امید دارم به تو منجی من، امید دارم به تو ای منجی من، که تا روزی دوباره پر بگیرم. با آن روزی که شاد هستم به نامت، با آن مهر و فیضت، با آن مهر و فیضت دوباره باز هم آرام گیرم. بیا منجی بده قدرت ز فیضت، بیا منجی بده قدرت ز فیضت، بشم تا آن عقابی که تو خواهی، که با فیضت دوباره پرواز را از سر بگیرم. که با فیضت دوباره پرواز را از سر بگیرم. به امید آن روزی که حقیقتا همه ایرانیا بتونن به فیض مسیح زندگی آرام و زندگی پر از شادی در نام خداوندم عیسی مسیح داشته باشید. اوضاع این روزا اوضاعی بدیه. حکومت دارا دارن میفتن، چون همه لرزانن به خاطر همون. این روزا فقط میان وعده های دروغی میدن و دروغ هایی میگن به مردم که مردم شاید یه ذره خوشحال بکنن، خوشحال کاذب که مردم داشته باشن. در صورتی که همه ما میدونیم نه پولی اومده به ایران اضافه شده، نه نفتی اضافه فروختن، چون همه کمپانیا که از ایران دارن میرن بیرون، دلار افتاده پایین. اینا همه دسیسه دستای خودشونه. در هر شهرستانی یه مقدار دلار رو میدن 20-30 نفر
میرن میدن میگه آقا ما میخوایم دلار رو بفروشیم به قیمت ارزون، میفروشن میخرن اونام. بعد همه جا این کارا رو میکنن، خود حکومت که دلارهایی که مردم 30 میلیارد 27 میلیارد 40 میلیارد هر چیزی که از مردم خریدن در خانه های خودشون دارن اونا رو بیارن بیرون که چند سبایی باز با امید اون دلارا بتونن حکومت خودشون پیش ببرن، در صورتی که مردم گل این حرفاتون رو نمیخورن. که آقای ظریف خندان میاد میگه که اروپایی ها قرار شده با ما همکاری بکنن، آمریکا رو یه جور دور بزنیم که ما نفت ما رو بفروشیم. اروپایی ها که مثل شما غالطاق نیستن، اروپایی ها که مثل شما دروغگو نیستن، که اونا دور زدن بلند نیستن، اونا کاری که بکنن همیشه روک راست کار میکنن. بس به آمریکا احتیاج دارن، نمیتونن آمریکا رو دور بزنن به خاطر توی ایران که مثلا 1 میلیارد میخوان پول ببرن از 100 میلیارد خودشون بگذرن. هیچ وقت اروپایی ها این کار نمیکنن. اینا حربه هایی است که آقای ظریف، آقای روحانی میان چرت و پرت توی تلویزیون های خودشون برای مصرف داخلی خودشون میگن. یه ایده آدم های هم هستن که حقیقتا دلشون خوش میکنن به این حرف ها، به گوش میدن که آره بله درسته دیگه، حتما اروپایی ها با ما کمک کنن. نه، زلزله 8 ریشتری 9 ریشتری موقعی استارت میخوره که 13 آبان بیاد که همین 5 نوامبره، اون موقع معلوم میشه چی زلزله ایه. وقتی نفت ها همه قد بشه اینا نتونن نفت بفروشن، اون موقع معلوم میشه که چی دارن. به جزی که یه رای دارن که به قول رفیق ما جنگ بکنن، جنگ هم عمر اینا رو اضافه بکنن. ولی الان هم مردم هم دیگه جنگجو نیستن، مردم هم دیگه نه جنگ میخوان، اینقدر بدبختی دارن، اینقدر بدبختی دارن. پری روز یه دونه تو همین نمیدونم تو فیسبوک بود اینستاگرام بود نمیدونم، یه کلیپ کوچیک دیدم که رودبار نه گیلان، رودبار کرمان داشت نشون میداد که بچه هایی بودن وقتی نگاه میکرد اینا دل شما واقعا آدمی نبود اون فیلم نگاه بکنه به گریه، یعنی گریه نکنه حقیقتا. چون برای اینکه میبینید پسره ازش داشت میپرسید خبرنگاره که به بچه تو شامپو دارین که سرتون حموم اصلا دارین؟ گفت نه، حموم این طرف بالاست که همون رودخونه رو میگفت، ما اونجا میریم مثلا تنمار میشه. گفت شامپو میزنیم به سرتون؟ میگه شامپو چیه؟ یعنی ببین هنوزم در کشور ما دعاتهای هستن که هنوز اینقدر از همه چی بیبرن، در بدبخترین شرایط دارن زندگی میکنن. ایرانی که این همه ثروت داره، ایرانی که این همه نفت داره، این همه میتونه پول بیاره تو ایران، فقط رای دزدی رو بلدن. شما فکر بکنین بچه اونجا توی یه دونه از این خرابه های یه دونه از این کوچیک از این چی بگم یه اتاقه که کوچیک درست کرده بودن اونجا داشتن درس میخوندن. بعدن چی رو نشون داده بودن؟ لحظه نشون داده بود که مثلا میگو بله حکومت ما رو خدا نگه داره که به ما میرسه. همه بدبختی و بیچارگی از سر پاشون داشت میبارید، موهاشون همه رشک توش بود، شامپو به ما اینقدر پینه زده بود دست پاشون. آدم واقعا اینا رو میدید میگفت که اصلا حتی اونایی که تو جنگل زندگی میکردن فکر کنم از اینا بهتر زندگی میکردن. بعدن دولت میاد چه آقای ظریف میاد حرفای چرت و پرت میزنه که مردم خودشون خواستن که انقلاب بشه، خودشون خواستن که اینجوری بشه. مردم اینجوری نمیخواستن بشه، شما این که این کار کردین اینجوری در آوردیم برای ملت ایران که میزنین تو سر دخترها و زنها که روسری بیزارن، نمیدونم میزنین تو سر مردا، میزنین تو سر تمام مردم که هرچی خفشین هرچی ما میگیم همونه. ولی این که پایدار نمیمونه، اینی که ایمان داریم که پایدار نمیمونه. شما 40 سال داریم میگین
رای کربلا رای قدس از کربلا میگذرد. 40 سال در این حرف میزنید، هنوز که به قدس نرسیدین، قدس شده پایتخت اسرائیل. شما میخواید برین قدس بگیرین، الان شده پایتخت اسرائیل. رای قدس از کربلا میگذرد، یا مرگ بر اسرائیل، مرگ بر امریکا. شما همه رو میخواین مرگ بگین، ولی میخواید از طرف دیگر محبت ببینین. مگه میشه آدم با یه نفر تندخو باشه، بر علیه اون باشه، بعد انتظار داشته باشه که اون طرف با من با محبت صحبت بکنه؟ مگه میشه همچی چیزی؟ هرچی هم باز اروپایی ها خر میشن، باز محبتشون گل میکنه، میان براتون محبت میکنن، ولی نمیدونن که این محبت هایی که میکنن، شما ذره اون محبت قدرش نمیدونین. مگه آقای اوباما نبود 150 میلیارد 200 میلیارد دلار پول داد به ایران که دولت ایران این پول برای صرف ملت خودش، برای صرف اقتصاد خودش، برای صرف کشور، آبادانی کشور خودش بکنه، که همه این 150 200 میلیارد پول رسید به دست همان پول نقد که در هواپیما زدن، پول نقد با هواپیمای 303 ارتش آمریکا که ما خودمون داریم، البته اونو با هواپیمای باربری براشون بردن، پول نقد. همه اینا رفت برای یوسیای یمن، حزب الله لبنان، سوریه، مداخله در کار عراق یا فلسطین یا نمیدونم آفریقا یا ونزوئلا یا نمیدونم. پولا همه رفت اونور، یک دلارش بر سر سفره مردم نیومد، هیچی، یک دلار برای ایران خرج نشد، تمام اون پولا رفت. چطور شد بعد؟ بازم به دروغگویی، دروغگویی، دروغگویی. ملت چقدر شما میخواییم بشینین زیر پای این دروغا و باور بکنین دروغا اینا رو؟ اگرم همین حالا ترامپ بگه آقا من اصلا ایران تحریم دیگه نمی کنم، همه چی آزاد، شما فکر میکنی اگه پول بیاد به سر سفره شما میاد؟ اینا بیشتر در منطقه خودشون قوی میکنن که بیشتر جلوی اسرائیل وایسن، بیشتر جلوی امریکا وایسن، بیشتر قلدری بکنن برای همسایگان خودشون. وقتی شما در یک محله زندگی میکنین، سعی میکنین که با همه همسایگانتون رفیق باشین، محبت بکنین، محبت ببینین، نه با همه دشمنی بکنین که یک نفر فقط شما باشین در اون محله، همه شما رو بگن این همسایه اومده اینجا عجب آدم بدیه، همه بر علیه شما باشن. پول ما به این روز افتاد، پاسپورت ما محل نمیذارن، نمیدونم کسی، تمام دنیا برای ما هیچ پسیجی ارزش نیست، هیچی. ایرانی خار ذلیل شده، به ما ویزا نمیدن، هیچ دنیای ما رو قبول ندارن. شما میخواین حکومتی داشته باشین که همیشه تا مادام العمر اینجوری باشین، نسل ان نسل بریم پایین؟ ملت ایران باید خودش عوض بکنه. وقتی ملت از نظر افکاری عوض شد، از نظر فکری عوض شد، این دولت که سهله، هر دولتی بیان نمیتونه سر اینا رو کلا بذاره، ولی چون ملت ما با دولت دست به دست هم میدن، میرن خودشون هم همون قالتاق گیری ها رو میکنن که دولت داره میکنه. ما باید به خودمون بیایم، ما باید از نظر افکار خودمونو با افکار دنیا نزدیک بکنیم. شما دیگه الان در عصری نیستین که عصر اولاغ و با نمیدونم اسب و اینا باشه، که اصلی هست این که یک تلفن اسمارت فون تو دستتونه، همه چی، از همه چی باخبرین، از همه جا باخبرین، از همه جا سر در میارین. شما ملت اگه اینقدر بی خیال باشین،
خب یه دولتی مثل جمهوری اسلامی میاد هر بلایی میخواد سر شما میاره. یه ویزا میخوایم بیایم بگیریم مثلا فرزند در امریکاست یا در اروپا است میخوایم برین، نمیذاره بیاین. این ارزش واقعی ملت ایرانه؟ حقیقتا این ارزش واقعی ماست؟ یعنی نمیخوایم ما یه ذره به خودمون بیایم؟ من که فکر میکنم بایستی ملت خودش اول عوض بکنه. من فکر کنم دولت امریکا با همه این دموکرات هست، دموکراسی هست، همه چی هست توش، اگه بیاد برای ایران بخواد حکومت بکنه، باز چون فکر مردم ما خراب شده در این 40 سال، من فکر نکنم دولتی بتونه کاری انجام بده. ما همیشه میگیم دوست داریم به ما دروغ بگن، دوست داریم به ما کلک بزنن، به ما همون رفتار مقابله به مثل بکنیم با مردم. الان باید محبت داشته باشیم، الان باید فکرهای ما باز باشه، باید همدیگر دوست داشته باشیم. نفرت و نفرت و نفرت و نفرت ما رو به اینجا کشون. تا چقدر من میتونم به همسایه‌ام، به همگیست نفرت داشته باشم؟ من باید در دوستی رو برای همه باز بکنم. من باید در محبت با همه باز بکنم تا از اونا محبت ببینم، تا از اونا دوستی ببینم، تا حقیقتاً بتونم به قوت و فیض خداوند بتونم محبتی که خدا به من میده. الان در ایران شعار محبت میمیسن، خدا محبت است، میترسن. خدا محبته، حقیقتاً خدای ما محبته. خدای ما شمشیرزن نیست. خدای ما شمشیر نداره که گردن همه رو بزنه، نه. خدای ما بت نیست. خدای ما خدای زنده است. خدا محبته. یک بار نمیخوایم بیایم طرف همین خدای زنده بگیم ای خداوند تا حالا هر کاری کردی ما رو ببخش. حقیقتا ما رو ببخش، نمیدونیم تا حالا چی کار داشتیم میکردیم. یک بار بیایم توبه بکنیم. خیلی الان قبول ندارن این چیزا رو، ولی تا توبه اصلی نکنیم در مقابل این خدای زنده، زندگی ما روز به روز بدتر میشه. تا فکرهای ما رو عوض نکنیم، تا محبت ما به دیگران معلوم نشه و از مردم محبت نگیریم، هیچ وقت عوض نمیشه. هر روز ظریف میاد، یه نفر دیگه میاد، همین چه چرت پرتا رو به ما میگه، همین الکی، همه دروغ 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 دروغ. میگفتن که توی لایه ما پیروز شدیم. چی رو پیروز شدیم ما؟ بر علیه آمریکا چی رو پیروز شدیم؟ میتونید توضیح بدین چی رو پیروز شدیم ما؟ واقعا ما دل ما به چی خوشه؟ اصلا واقعا دل ما به چی خوشه اصلا در این زندگی؟ تو ما و شما مردم دنیا رو میبینی که همه زندگی دارن میکنن، در کشورهای خودشون آزاد دارن زندگی میکنن، دولت خودشون انتخاب میکنن، نه یه دولت. الان در عصر 21 هستیم ما، قرن 21، دیگه دولتی نمیتونه بیاد بزنه تو سرت. که ونزوئلا الان یه ذره سفت گرفته، 2 میلیون آدم، 3 میلیون آدمشون رفتن بیرون. من فکر کنم از روزی که سال 57 شد ایران انقلاب شد، انقلاب که نبود، ایران بدبختی رو به این جهان آورد. هستن اینا همه جا دستشون تو، هر جا دستش جمهوری اسلامی اونجا رفت، اون کشور نابود شد. ونزوئلا رو نگاه بکن، الان داره نابود میشه. سوریه نگاه بکن، نابود میشه. یمن دست گذاشت، داره نابود میشه. عراق میخوان خراب بکنن که الان عراقی ها یه ذره فهمیدن، نمیکنن این کارو دیگه. طرفدار جمهوری اسلامی، هر جا لبنان، هر جا باشن خراب. آقا پریروز میگفت دولت ایران افتخار میکرد که ما در کدوم کشور، نمیدونم آفریقای جنوبی بوده، آفریقای کشور آفریقایی بود، ما بیمارستان ساختیم اونجا که مردم مجانی داریم مداوا میکنیم، جراحی ها مجانی هم. هر جا تو مجانی باشه، در هر کشوری بیزاریم، مردم اونجا مشتری زیاده.
حتی یه امریکا الان اگه یه بیمارستان مجانی باشه بیشترشون همه میرن اونجا. بعد میریم توی که داتای ما تو شهرستان ها ما میبینیم که بدترین اوضاع مردم ایران دارن. تو بیمارستان های تهران میبینیم بدترین، تا پول ندین نمیتونن تو رو مداوا نمی کنن. اگه بمیری اونجا تو رو مداوا نمی کنن. دارو که اصلا تحریم نیست که. میگه آقای لایه اونجا میگه آقا دارو رو باید از نظر حقوق بشری شما دارو رو باید بدین. دارو رو تحریم نکرد اصلا که. چیزهای حیاتی مردم رو تحریم نکرد که. دارو رو تحریم نکرد، خود ملت ایران، خود دولتی که تحریم میکنه. تا میبینه که تحریمه، یه دارویی که برای قلب یه بدبخت به حیات اون بستگی داره میره به خاطر نفع بیشتر میگه من ندارم، اگه دارم دو تا میدم مثلا خدا تو ما پول میگیره. یاسر جان میتونیم بریم یه سرود بشنویم؟ به هر حال روزا روزای سختیه، ایمان داریم که ما اگر یه ذره باهوش باشیم میتونیم خودمون نگه داریم. بریم سرودی بشنویم برگردیم به شما. خداوند میگوید من کرسی خود را در ایلام برپا خواهم نمود و پادشاه و سروران را از آنجا نابود خواهم ساخت. لیکن خداوند می‌گوید در ایام آخر اسیران ایلام را باز خواهم آورد. خداوند می‌گوید ادونای ای قدوس بی همتا، وعده‌هایت را با این خاک به یاد آور، به حرمت مردان و زنان ایمانی که در این سرزمین زیستند، به حرمت استر، مردخای، دانیال، شدرک، میشک، عبدنقو و نهمیا که نه شمشیر و نه تون آتش و نه چاه شیران و نه قل و زنجیر بر ایشان غالب آمد، و به حرمت کوروش، داریوش و خشایار، پادشاهان ایران که حامیان قوم تو بودند و نام تو را برافراشتند، به حرمت مغان ایلامی که نخستین پرستندگان مسیحت بودند، به یاد آور خداوندا، به یاد آور ای یهوه سبایوت، خدای لشکرها، خدای دانیال، تو بکشا این آسمان را، یهوه یرا، خدای نهمیا، مهیا ساز تا تخت جلالت در این سرزمین بنشیند و نام تو در جهان برافراشته شود. ای
القدس اکنون آزاد ساز ایران من را، با دست زورآور خود تو بشکاف این آسمان را. روحت آتش به پا کن، مذبح را از نو بنا کن، چون پولوس یک بار دیگر رسولان از نو صدا کن. دوست اکنون مذبح ساز ایران من را، با جشن بیداری خود خیر ساز چشم جهان را. برافروز غیرت ما را، تخت خدا را. با درود دوباره به ملت عزیز ایران. بله، حرفا زیاده. همین توی سایدهای مجازی چند روز پیش دیدم که میگفتن که یه پسر بچه 30 ساله، بچه آقای قالیباف، 800 میلیون دلار و بالاخره 30 میلیون 40 میلیون 20 میلیون همینجوری برده به، البته تا دست نداشته باشن که نمیتونن این کار بکنن. 800 میلیون یه پسر 30 ساله در کانادا پولا رو همه رو برد اونجا به حساب خودش گذاشت. هر روز میبینیم میلیون میلیون دلار دارن از ایران خارج میکنن. خود همین سران یا بچه هاشون میدن یا نمیدونم به خودشون دارن میبرن. بعدم به ملت میرسن میگن ما تحریمیم، به ملت میرسن میگن ما پول نداریم. این همه پول که تا حالا در آوردین چیکار کردین؟ بجز اینکه شما همه رو خرج و کشورهای دیگه کردین که برای خرابکاری، برای نمیدونم به توریستایی دادین که برن اونجا کشور خودشون خراب بکنن، به قاطعی که شما اسلام رو تونه ببرین. واقعا روزای بدیه برای ایران. خدا نکنه که اون روز بیاد جنگ بشه، ولی اگه جنگ بشه میدونی چی میشه؟ میدونی چی خرابی به بار میاد؟ تا این خرابی ها رو دوباره تو بخوای درست بکنی، ببین هنوز آثار جنگ 8 ساله عراق هنوزم هست، هنوزم اونجا رو درست نکردن. اینا فقط دستشون، یعنی یک عده دزدن که اومدن فقط با تکبر و با دروغگویی به مردم، به بت‌پرستی دارن حکومت و کشور به جایی دارن میبرن که نباید بره. اینا عاشق جنگن، میخوان جنگ بشه. ملت باید باهوش باشه. امروز میخوام از اشعیای 1:8 براتون بخونم. تکبر انسان میگه نابود میشود،
حقیقتا روزی این تکبر انسان نابود میشه. اگه تکبر مردم نداشته باشن، انسان ها اگه تکبر نداشته باشن، زندگیشون خیلی راحت میره، زندگیشون با آرامش میره جلو. ولی اینقدر وقتی یه جار میبینن، یه مقام میبینن، یه پول میبینن، نمیتونن خودشون رو نگه دارن، میخوان پولا رو بدزدن. آخه این همه پول، مثلا همین آقای خامنه‌ای بگو، توی همه پول دزدیدی بردی، آقای قالیباف به پسر 30 سالش 800 میلیون پول دزدید برد کانادا، یا میلیارد داریم میدزدیم میبرین، شما فکر میکنین جون سالم به در میبرین؟ شما فکر میکنین با این پولای دزدی میتونین خوب زندگی بکنین؟ اینه بدونین که هیچ کدومتون نمیتونین، از دست خدا در برین. فکر میکنین تا حالا در رفتین؟ میگه کوچیک بزرگ مقابل بت‌ها زانو میزنند. کوچیک بزرگ، بذار اصلا اینو بخونم برای شما، بعدم بیام براتون توضیح بدم. میگه بت‌هایی که به دست انسان ساخته شده و پرگشته است، مردم بت‌ها را پرستش می‌کنند، کوچک بزرگ جلوی آنها زانو می‌زنند. خدا این گناه ایشان را نخواهد بخشید. مردم از ترس خداوند و هیبت حضور او درون غارها و شکاف‌ها و صخره‌ها خواهند خزید و خود را در خاک پنهان خواهند کرد. روزی خواهد رسید که بلند پروازی و تکبر انسانان نابود خواهد شد. فقط خداوند متعال خواهد بود. در آن روز خداوند قادر متعال بر ضد اشخاص مغرور متکبر برخواهد خواست و آنها را پست خواهد گردان. همه سروای بلند بلوتا خم خواهند شد. تمام کوها و تپه‌های بلند، همه برجا، حصارهای مرتفع به خاک یکسان خواهد شد. تمام کشتی های بزرگ و باشکوه در برابر خداوند متلاشی خواهند شد گردید. تمام شکوه و عظمت انسان از بین خواهد رفت و غرور آدمیان به خاک نشانده خواهد شد. بت‌ها به کلی نابود خواهند گردید. در آن روز فقط خداوند متعال خواهد بود. هنگامی که خداوند برخیزد تا زمین را بلرزاند، تمام دشمنانش از ترس و از هیبت جلال او به درون غارها و شکافها و صخره‌ها خواهند خزید. آنگاه مردم بت‌های طلا و نقره خود را برای موشه‌های کور و خفاش‌ها خواهند گذاشت. ایشان به درون غارها خواهند خزید تا از هیبت جلال خداوند خود را در میان شکافها و صخره‌ها پنهان سازند. انسان چقدر ضعیف است. او مثل نفسی که میکشه ناپایدار است. هرگز به انسان توکل نکنید. خب بیایم از اول بخونیم. الان میگه بت‌هایی که به دست انسان ساخته میشود و مردم این بت‌ها رو میسازن و از کوچک بزرگ میره میرن پیششون زانو میزنن و از بت‌ها حاجت میخوان. داریم ما میبینیم دیگه، نه؟ حالا گفتم این بت‌ها، پریروز یه مرد 55 سال 60 سال نمیدونم چقدر بود، مجروح جنگی بود، سر از این صندوقای صدقات ایستاده بود، بعد پولاشون رو ور میداشت به مردم میگفت فیلم بگیر چهره منم نشون بده، من این پولایی که اینا تا حالا من این همه زج کشیدم، مجروح جنگی هستم، به من پول نمیدن زندگیم، بعد من از این پول از این صندوق ور میدارم که دیگه اینا بفهمن که مردم گول اینا رو نمیخورن. داشت از صندوق صدقات پولا رو میدوزید ور میداشت. البته حقش بود که کنم، دزدی کار خوبی نیست، ولی اون که مجروح جنگی است، عوضی که اون صدقات بره اونجا برای بوتا بره، بهتره که این مردم این پولا رو بدن به این اشخاص هایی که مجروح جنگی بودن، اینایی که جونشون رو کف دستشون گذاشتن بردن برای خاک ایران، برای ملت ایران جان خودشون دادن.
الان هم مجروح جنگی هم نمیتونن کار بکنن. اینا انسانای شریفی هستن، نه اون بوتایی که ما میریم برایشون پول خرج میکنیم، پولای ما رو میندازیم اونجا. باید به این آدم ها بدیم پولا رو که واقعا مرد دیگه الان احساس نکنه که من چرا رفتم به خاطر این مردم، به خاطر این کشور جون خودمو با عذاب انداختم که تا الانم نمیتونم عادی زندگی بکنم. ما بایستی خودمون وجدان ما رو مطلع بکنه، به این اشخاصا کمک بکنیم. مردم میگه از ترس خداوند به هیبت حضور او به درون غارا و شکافهای صخره ها خواهند خزید و خود را در خاک پنهان خواهند کرد. وقتی اینقدر گناه و بت پرستی زیاد شد، شما اگه برین تو هیستوری چانل معمولا نشون میده، یا برین تو همین یوتیوب بزنین تایمای آخر، همه وقایعی که داره اتفاق میفته در همین روزا، مثلا دو روز پیش، پنج روز پیش، همه جای دنیا رو جمع میکنن، فیلم میذارن، دو دقیقه همه رو به شما نشون دارن میدن. این تمام این وقایع رو میبینین، سونامی های عجیب، زلزله های عجیب، به خاطر اینقدر ملت دنیا دارن گناه میکنن، به رای راست خودشون نمیرن. اون چیزی که خدا براشون تعیین کرده، از این کشور، از این تمام این کهکشان رو بگردین، مانند زمین یه دونه دیگه پیدا نمیشه. این زمین خداوند به انسان‌ها داد که ازش استفاده بکنن، بتونن همزیستی بکنن با هم، با محبت، با نمیدونم دوستی با هم زندگی بکنن، ولی همه دارن همدیگر میخورن، همه میخوان همدیگر نابود بکنن. این کشور به اون کشور بمب اتمی میخواد بزنن، او یکی برای اون شاخشونو میده. جمهوری اسلامی میخواد اسلام خودشو، بوتای خودشو پخش بکنه به تمام دنیا و همه جا رو به هم میزنه. پولایی که میاد برای ایران، برای ملت ایران خرج نمیشه، همه میره برای تروریستا. میگه روزی خواهد رسید که بلند پروازی و تکبر انسان ها نابود خواهد شد. ای انسان هایی که این همه تکبر دارین، میگیم فقط من میفهمم، همه چیز من میدونم، شما فکر میکنین همه چیز میدونین، شما ذره نقطه ای نیستین در تمام این کهکشان، چیزی نیستین. با یه مقدار پولی که دارین، با یه مقامی که دارین، فکر میکنین که مثلا تمام دنیا در دست شماست، در صورتی که اشتباه فکر میکنین. فقط خداوند متعال خواهد بود. در آن روزها خداوند قادر متعال بر ضد اشخاص مغرور متکبر بر خواهد خواست و آنها را پس خواهد کرد. ژاپن میگفت که ما اینقدر به تکنولوژی بالا رسیدیم، به خدا و پیغمبر احتیاج نداریم، به خدای ما اصلا خدای قبول نداریم. هرچی هم در ژاپن الان مسیحی زیاده، میگفت اصلا احتیاج نداریم. وقتی یک تی سونامی بزرگ اومد میتونه از جلو بگیره، وقتی این سیلامیاد میتونه جلوش بگیره. میگفت به خدا ما احتیاج نداریم، ما همه چی داریم، هر چیزی بخوایم خودمون داریم، خودمون جلوش با میستیم، خودمون همه کارا رو انجام میدیم. چرا نتونستن؟ وقتی یک طبیعت یک ضربه بزرگ میزنه، چرا جلوش نمیتونن بگیرن؟ همون جوری که این طبیعت، این خدا برای شما همه چی رو فراهم میکنه، موقعی که شما بر میگدین ازش، هی فوش میدین، هی نفرین میکنین خدا رو، هی فوش میدین، هی ردش میکنین، بالاخره پدر یک خانم وقتی فرزندانش هی هرچی میگه همیشه رد کنن پدر رو، یا اصلا اونو قبول نداشته باشن، هی فوش بدن، بالاخره پدر یه تنبیه هم میکنه دیگه، نمیکنه. یعنی انسان، یه پدر معمولی فرزندش رو تنبیه نمیکنه، میگه ما الان این کار برات میکنم ببینم میتونی جلو بری. دوست ندارم که کاری بر علیه تو بکنم،
ولی یک بار یه چیزی به این نشون میدم اینم میتونی جلوشی بگیری ببینی نه تمام زندگیت به هم خورده. بایستی انسان دوباره بیاد طرف این خدای زنده، چون این خداست که تمام این کهکشان در کنترل دستای خودش داره، این خداست که ما رو در کنترل داره. ما بایستی به طرف این خدا بیاییم. همه میگه همه جا تمام کوها، تپه‌های بلند، همه برج‌ها، حصارهای مرتفع به خاک یکسان خواهد شد. دیدیم وقتی یه سونامی میاد چی وحشتناک تمام کوها رو میریزه، تمام خانه‌ها رو میبره، پل‌ها رو خراب میکنه، رودها همه جاری میشن، تمام این آبها میان. همینجا میبینین شما دیگه، نه؟ همه دارین توی تلویزیون ها میبینین این چیزا رو. دیدی چقدر وحشتناکه؟ خداوند داره همینه برای شما میگه. تمام کشتی های بزرگ که خیلی عظیمن، من جاتون خالی یه هفته پیش رفته بودم با این کروزهای بزرگ رفته بودم، واقعا یه کشتی های عظیمی هن. یعنی واقعا یه شهرک هم برای خودشون. ولی همه اینا در مقابل وقتی طوفان بیادا برای اون یک نقطه هم نیست برای این آبای سهمگین دریا. وقتی دریا رو میبینی، عظمت دریا رو میبینی، از این یه چیز دیگه است. اینا نقطه ای هستن برای اون دریا. خداوند داره این میگه تمام کشتی های بزرگ و باشکو در برابر خداوند متلاشی خواهند گردید. رو خدا نکنه روزی که خدا غضبش برای انسان ها بریزه. واقعا ما دعا میکنیم که به نام پرجلال عیسی مسیح هیچ وقت غضب خداوند بر انسان های روی کره زمین نیاد. انسان ها بفهمن که خدای زنده وجود داره که همه اینا محتاج اون خدا هن. همه ما محتاج اون خداوندیم. اگه همه ملت ایران به سوی این خدای زنده بگم خدای ما توبه کردیم، حقیقتا کمک ما بکن، من ایمان دارم که خدا به شما کمک میکنه. من ایمان دارم که خدا وقتی دستش بیزاره روی ایران شما رو کمک میکنه. امروز هموطن من روز سختیست، روزهای حقیقتا سختیه. بیایم همه زانو بزنیم، دعا بکنیم به سوی این خدای زنده تا حقیقتا خدا به کمک ما بیاد. تا دست خدا نباشه ما هیچیم. امروز دعا میکنم برای هر ایرانی و ایران عزیزم، دعا میکنم به نام پرجلال عیسی مسیح و خون عیسی مسیح رو میپوشونم در ایران و ایرانی که خداوند به خون عیسی مسیح ایرانی ها رو حفظ بکنه. امروز از ته قلبم میگم میخوام که هر ایرانی سرفراز باشه و سربلند. ایران من سربلند باشه. به نام پرجلال عیسی مسیح امروز میطلبم که تمام بدبختی ها و بیچارگی ها از ایران بره به نام عیسی مسیح. امروز اعلام میکنم که دست خدای پر از مهر و فیض توی ایران و از خداوندم به نام عیسی مسیح میخوام از پدر آسمانی که ایران از دست ظلم و ستم رهایی بده، به ایرانیان نفسی راحت بکشن و زیر سایه خدا زندگی بکنن. شما رو به دستای خدای زنده سپردم و آرزو دارم و امیدوارم که هر روزتان پیروزی باشه، هر روزتان در خداوند آرامش باشه و هر روزتان پر از شادی و سلامتی باشه برای شما. شما رو به خدا میسپرم تا هفته دیگر. بدرود، تا درودی دیگر. مرسی که نگاه کردید.